شرکت های نفتی ارز کننده بنزین در فرودگاه مونیخ از سوخرسانی به هواپیمای وزیر خارجه ایران خودداری کرده بودند. محمد جواد ظریف ده روز پیش برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان رفته بود. به گزارش روزنامه های آلمان نهایتا ارتش آلمان سوخت هواپیمای حامل وزیر خارجه ایران را تامین کرد. بی, بی سی فارسی با شرکت های نفتی تماس گرفته پاسخ اونها رو در گزارش امیر پایور ببینید. ده روز پیش وقتی محمد جواد ظریف اینجا در کنفرانس امنیتی مونیخ پای تریبون میرفت تا از مواضع ایران دفاع کند کمی آن طرفتر در فرودگاه مونیخ مسئولان دولت آلمان به آب و آتش زدند تا از یک آبروریزی جلوگیری کنند رسانه ها در آلمان گزارش کردند اینجا در فرودگاه مونیخ هیچ یک از شرکت های نفتی تأمین کننده سوخت حاضر نشدند به هواپیمای وزیر خارجه ایران بنزین بزنند رسانه های آلمان میگویند دلیل ترس از تحریم های آمریکا بوده. گزارش شده نهایتا ارتش آلمان کار سوخترسانی به هواپیمای آقای ظریف را انجام داده. مسئولین فرودگاه مونیخ به بی بی سی فارسی گفتند شرکت هایی که در این فرودگاه سوخترسانی رسانی می کنند اینها هستند. بی پی، شل، توتال، انی و او وی. ولی فرودگاه مونیخ میگوید نمیداند دقیقا کدامشان از سوخت رسانی تفره رفته. بی بی سی فارسی با همه این شرکت ها تماس گرفته. بی پی و شل میگویند نمیتوانند در این باره صحبت کنند. شرکت توتال فرانسه میگوید تاکید می کنیم که شرکت توتال جزو شرکت های نبوده که درخواست سوخت رسانی دریافت کردند. شرکت او ام اتریش هم میگویند ما درخواستی از کنسولگری ایران برای سوخت رسانی دریافت کردیم. در مقابل از آنها فهرست مسافران و شماره حساب خواستیم ولی هیچ جوابی دریافت نکردیم برای همین کاری انجام ندادیم تحریم های نفتی و بانکی ایران دو سال پیش و در پی اجرای توافق هسته‌ای برداشته شد مشخص نیست این شرکت های نفتی به خاطر ترس از کدام تحریم از فروش بنزین به هواپیمای آقای ظریف خودداری کردند یک منبع در فرودگاه مونیخ به بی بی سی فارسی گفت ممکن است مشکل یکی از همراهان آقای ظریف بوده باشد کسی که احتمالا هم در لیست تحریم ها بوده و هم در لیست پرواز وزیر خارجه ایران از یک سفر رسمی در هند مستقیم به آلمان پرواز کرد و بعد از آنجا به مسکو گزارش شده آقای ظریف از یک هواپیمای دولتی برای این پرواز استفاده می کرده. علت این اتفاق هرچه باشد شباهتهایش با سالهای تحریم زیاد است وقتی که کمتر فرودگاهی در اروپا به هواپیماهای ایران سوخت میفروخت حالا دو سال بعد از اجرایی شدن برجام از یک طرف انتقال پول نفت ایران مشکل پیدا کرده و از طرف دیگر خرید سوخت هواپیمای آقای ظریف در یک فرودگاه اروپایی یکی از کسانی که خود در تدوین برجام نقش داشت اخیرا به اروپایی ها هشدار داد صبر ایران حدی دارد فکر نمی کنم که توافق اینطوری دوام بیاورد حتی اگر پایبنده ایران دوباره تایید شود و تعلیق تحریمان تمدید شوند ولی این سیاست سردرگمی و بلا تکلیفی ادامه پیدا کند و بانک ها و کسب و کارها باز نتوانند با ایران کار کنند ما نمی توانیم در توافقی بمانیم که منفعتی برای ما نداشته باشد این یک واقعیت است. در هایی که کمتر از دو ماه به تصمیم دونالد ترامپ درباره سرنوشت برجام و باقی ماندن آمریکا در توافق باقی مانده، گویا بعضی تحریم‌ها در عمل برگشته بدون آنکه روی کاغذ بیاید. امیر پایور بی بی سی امیر پایوک که از صبح تا به حال در تلاش بود که پاسخ این شرکت ها رو بگیره الان اینجا با ماست یه مقدار بیشتر برمو توضیح بده که این شرکت های سوخت رسانی چه چیزهایی رو چک میکنن به مسائل مختلفی اشاره کردن درسته ببینید برای اینکه مطمئن شن که هیچ تحریمی رو نقض نمی کنن تحریم های باقی مانده تحریم تروریستی تحریم حقوق بشر یا حتی تحریم های اولیه آمریکا باید بدونن که این جنسی که میفروشن فروش می این سوخت رو اول به کی می پولش از چه حسابی بهشون میاد و ظاهرا اونطور که امروز متوجه شدیم حتی حساسا نسبت به اینکه کی روی اون پروازه به خاطر اینکه فکر میکنن که فروش این سوخت به اون هواپیما به اون فرد اگر مثلا در فهرست تحریما باشه کمک میکنه که در واقع سفری انجام بده بنابراین این روی این ستا حساس بدن خب اونچه که شنیدیم و رسانای آلمان هم میگن به هواپیما رو یک هواپیمای دولتی میگن ولی نمیدونیم دولتی مشخ... مشخصا مال دولت آلمانه مال دولت ایرانه یا اینکه این در واقع شرکت ها نگران این بودن که شاید مثلا هواپیما متعلق به سپاه باشه در مورد اون حساب بانکی هم خب میخواستم بدونن که این پول از کجا میاد پولی که برای خرید سوخته و همونطور که شنیدیم در مثلا در مورد شرکت OMV اتریش جوابی برای این دوتا دریافت نکرده یه سناریو ممکنه این باشه که مثلا اول کنسولگری ایران به بی پی و شل درخواست داده اونها همین درخواست ازش خواست خواستن وقتی که اسامی رو دادن اونا فهمیدن که احتمالا اگر این معامله انجام شه نقض تحریم و این کار انجام ندادن بعد که ایران رفته سراغ شرکت های دیگه مثل OMV وقتی که همین اطلاعات ازش خواستن حتی پاسخ اونها رو نداده و اصلا دیگه سراغ مثلا شرکتی مثل توتال نرفته اینها سناریوهای محتمله برابر این باید این شرکت مطمئن می شدن که در واقع این معامله با چه کسی داره انجام میشه و آیا نقض تحریما هست یا نه خب چند سالی میگذره از زمانی که گفته میشد حتی بعضی از شرکت های بعضی از هواپیماها مجبور بودن پول تو چمدون بیارن و بتونن بنزین بخرن آیا داریم برمیگردیم به اون روزها ببینید یک نشانه های تک داریم میبینیم از فشاری که احتمالا داره بیشتر و بیشتر میشه در این مدت در این دو سال لابی های مخالف برجام بیکار نبودن تمرکزشون هم نه روی دولت ها گذاشتن روی شرکت ها و اونها رو در واقع میترسونن از اینکه کاری که شما با ایران دارید میکنید ممکنه ناقض تحریم ها باشه ممکنه بعدا به ضرر شما تمام شه ممکنه برای شما اه اه خطر و ریسک اعتباری داشته باشه و این سناریو هم احتمال داره در واقع در یک روندی داره انجام شده که اینها سراغ این شرکت های بزرگ نفتی رفتن و داریم نشانش رو بیشتر میبینیم همون که تو گزارش هم, هم گفتم مثلا الان بعضی از بانک ها هم دوباره دارن از انتقال پول ایران در واقع به داخل ایران خودداری میکنن بنابراین هر دلیلی داشته یک چیز مسلمه فشار روی کسب و کارها و بونگاهایی هایی که با ایران هر نوع مراوده دارن توسط لابی هایی که نمیدونیم کیا هستن بیشتر و بیشتر شده متشکرم امیر پایو و خبرنگار اقتصادی هم.